تأمین مالی کنه. خانم جیواد قبلا تو کلاس بودن، من نمیدونم الان هم هستن یا خیر. یه تعریفی از تأمین مالی میتونن دوستان بکنن؟ من میکروفونشون رو باز کنم. تأمین مالی یعنی چی؟ و به نظر شما چند تا روش تأمین مالی تو دنیا وجود داره؟ تو دنیا که نه، کلا تو تو کسب و کار مرسوم وجود داره. کسی هستش که بخواد توضیح بده؟ آقای شجاعی دارن یادداشت میکنن. ICO، بله. البته بیشتر نظر من این بود که یه تعریفی از تأمین مالی داشته باشیم، بدونیم تعریف تأمین مالی چیه. کار میکنه. آره، تا حالا بقیه دوستان احتمالا میکروفون در اختیارشون نیست، تایپ کردن هم یکم سخته براشون. سه، من بله. فکر میکنم که تأمین مالی بیشتر همون تأمین منابع مورد نیاز یه سرمایه گذاری یا یه کسب و کار و یه بله، مثال تجارته، خوبی زدین. که حالا من اینو دسترسی معمولا دارم به نهادهای تعریف مالی برای و حالا خودم. بانکی دارن حالا این کار رو به انجام جواب میدن، میدم. ولی مفهومش این نیست که فقط میتونه از این میکروفون رو باز کانال کن. این اتفاق بیفته. کانال های مختلفی ممکنه باشه و اینکه روش های مختلفی هم ممکنه باشه. ممکنه تو هر قسمت از این زنجیره تأمین حالا یه کالای خدمات این تأمین مالی صورت بگیره و متناسب با اون حالا قراردادهای متناظر باشن بسته بشه و هر کسی متناسب با اون منتفع بشه. بله، بسیار عالی، ممنون از توضیحات کاملتون. بله، همطور که فرمودن و دوستمون آقای احمدی اینجا یادش کردن، تهیه منابع برای یک پروژه. ببین، تأمین مالی به عمل تهیه منابع مالی برای فعالیت‌های تجاری، انجام خریدها یا سرمایه‌گذاری گفته میشه. نهاد، همطور که اشاره کردن، نهادهایی که توی این هستن بانک و مثالی که آقای شجاعی زدن بورس هست، که روش های متداولی برای تأمین مالی. این روش های تأمین مالی به صورت سنتیه و اینکه سالیان سال متداول بوده و همه هم دارن بر اساس اون کار میکنن. اما یه چیزی میاد توی بازار، میگن سی فای دی فای در مقابل دای فای دی فای، حالا هر کدوم اینا مقایسه میشه با هم دیگه. ما در ابتدای کلاس به این اشاره کردیم. ببینید، خدمات مالی رو اگر بیره در بستر غیر بانکی و غیر متمرکز ارائه کنی، این دوتا آخریا میشه، یا Decentralized Finance DeFi یا Distributed Finance DeFi. اما اون چیزی که امروز ما باهاش مواجه هستیم در صنعت بانک، در صنعت پول و سرمایه، همین قصه سیفای هست، Centralized Finance، که به صورتی که همینطوری که میبینید این همون عکسه بود که تو جلسه اول با هم دیدیم در خصوص بلاکچین. ببین، اون چیزی که متمرکز شده توی نقطه شده بانک، شده مؤسسه مالی اعتباری، شده صندوق فلان، شده صندوق های خانوادگی و و و و. اما وقتی که اومده رو بستر دیسنترالایز قرار گرفته، شده دیفای. و وقتی اومده روی دیستریبیوتد فایننس قرار گرفته، دایفای. حالا تعریف های اینا چیه؟ ببینید، دیفای یه همونطور که تو تعریف اینجا نوشتم، شفافیت امنیت فناوری دفتر کل توزیع شده رو به عنوان یک قابلیت استفاده میکنه و میاد ناکارآمدی سیستم های سنتی رو به رخشون میکشه، که حالا یک سرعت پایینشون برای ارائه وام و تسهیلات بوده، دو مشکلات مربوط به هزینه های بالا بوده که به خاطر واسطه گری دریافت میکردن، به عنوان نقطه ضعف بوده که اومده تو این سیستم دیفای حلش کرده. و میدونید که فرآیندهای مالی از قلمرو فیزیکی به قلمرو دیجیتالی قدم گذاشتن، یعنی اون چیزی که دیروز انجام میشده، ساختمون های شیک و پیک و بلند و امکانات آنچنانی و اینا،
الان میبینی با داستان کرونا خیلی از شرکت ها، خیلی از پزشکا، من مثلا حالا توی به واسطه این که یه بازه لازم داشتم، خب دیدم که اکثر این پزشکا دیگه نهایتش اینه که طرف از این چیز استفاده میکنه، میگه واتساپ بزن. بعد خدمتتون عرض شد که چند روز پیش داشتم تو اتوبان همت میرفتم، دیدم یه تبلیغی زده وکیلم آنلاین بگیر. دیدم آره واقعا چه دلیلی داره که طرف از این ور شهر تو این شهر شلوغ پر ترافیک آلوده بکوبه، از شرق بره غرب، شمال بره جنوب و بالعکس، که بره یا حتی از یه شهر دیگه میان تهران که آقای ایکس رو ببینن. خب این آقای ایکس اگه بشینه پای سیستم میخواد حرفای منو گوش کنه دیگه، یا حرفای شما رو میخواد گوش کنه دیگه، پس احتیاجی نیستش که حضور فیزیک. این یواش یواش مدل داره عوض میشه. پس این آقای وکیلم که دفتر آنچنانی گرفته، یه لحظه به این فکر میفته که داستان داره عوض میشه. من نوشته فارسی شما رو امیر حسین باقری نمیتونم بخونم، میخواین میکروفونتون رو باز کنم که با صداتون رو بشنویم. حالا این تفاوت ها رو اینجا اومدم در قالب یک جدول توضیح دادم که شما میتونید حالا از این استفاده کنید برای اینکه بدونید هر کدوم از اینها با هم. الان هم دادگاه به صورت آنلاین برگزار میشه. خوب این خیلی جالب بود، من نمیدونستم، یعنی طرفین دعوی حضور فیزیکی نداره. جالبه. این فرمایشتون تو ایرانه دیگه یا نه؟ منظورتون کشورهای حالا مثلا دیگه است؟ آها ایرانه. خب اینا اتفاقاتی بوده که حتی قاضی هم نیست در ساختمان دادگاه. ای چه جالب. خب خیلی خب این شاید از مزایایی بود که شاید سالیان سال هم میگذشت تکنولوژی نمیتونست این هلو بده که آقا میتونن بچه ها مدرسه نرن، میتونن تو خونه بشینن با موبایلشون برن. بستر وجود نداشت متاسفانه، خیلی آسیب دیدن از این داستان. ولی خب به هر حال برای یه شروع بزرگ خوبه این اتفاق. و پزشک آنلاین، دادگاه میفرمایند آنلاین، وکیل آنلاین، مشاور آنلاین، کلاس آنلاین، الان شما نشستین از همین طریق استفاده میکنید. خیلی از مؤسساتی که رفتن ساختمان‌های آنچنانی گرفتن، کلاس تجهیز کردن، هزینه گذاشتن، یه دفعه دیدن با یه وضعیتی مواجه شدن که هیچ کلاسی نمیتونن تشکیل بدن، کلی هم کارمند گرفتن. چیکار کنن؟ باید روی بیارن به این پلتفرما. پس این تأثیری که میذاره شما شک نکنید، همون کاری که اینترنت با پست کرد، بلاکچین با حوزه بانکی و سرمایه گذاری خواهد کرد و این دور نخواهد بود. تأثیر دیفای بر قیمت اتریوم باعث شد که خیلی ها بیان برن رو پروژه هایی که رو پلتفرم بلاکچین اتریوم ساختار پیدا کردن، که حالا تو این عکس هم میبینید تعداد زیادی شو، بیان بخوان منابع مالیشون رو این قرار بدن و سود بگیرن. این پلتفرم، یعنی این قرارداد، این قرارداد هوشمنده اومده رو بلاکچین اتریوم اومده بالا، و برای اینکه شما تو این شرکت کنین اتر باید دیپوزیت کنین. تقاضا برای اتر میره بالا، باعث میشه قیمتش رشد بکنه تا حدود 400 خورده دلار اومد، که بقیه‌اش هم دیگه یه شوخی میکردن این دوستان پرسپولیسی که میگفتن علی پروین میگفته که آقا بزن زیر توپ، برگشت هم تماشاچی میزنه میره تو دروازه. حالا این مثال آقای پروین هم میشه اینجا استفاده کرد که این دیفایه اوورد تا 400، دیگه برگشت هم تماشاچی زد و اومد تا 1200 دلار. که حالا پیش بینی ها از 20000 که منم خیلی برام جذابه که چجوری میشه این عدده برسه به اینجا. پلتفرم های معتبر دیفای شامل 1-2-3 وبسایت هایی که میبینید هست، میتونید از اینها استفاده بکنید و قاعدتا اینا لینک ها همیشه آپدیت میشه. من اگر اسم یه شرکت رو بذارم شاید مثلا توی بازی که شما نگاه میکنید تغییرات توی رنکینگ داشته باشه، لذا ترجیح دادم که لینک رو بذارم. اینا هایپر لینک هست، شما همش رو میتونید استفاده کنید. دیگه من اینجا شیر نمی کنم. این ویدیوی من هی داره، یعنی تصویر ویدیو من هی به هم میریزه، شما هم همینو میبینید مشکلو؟ حالا نمیدونم از اینترنت، بعید میدونم اینترنت هم نه نمیبینید، پس احتمالا یه مشکل رو لپتاپ منه، چون سخت